بحران اقتصادی کشورها را فقیرتر کرده و حتی کودکان نیز از این بحران در امان نماندند. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در گزارش خود در این مورد هشدار داده و اعلام کرده است بیش از 2,600,000 کودک در کشورهای ثروتمند از سال 2008 به این سو در زیر خط فقر قرار گرفتند. در بسیاری از این کشورها مؤسسات و سازمانهای غیر دولتی برای کمک به کودکان بانک توزیع مواد غذایی تشکیل دادند. در پرتغال به دلیل کاهش هزینه های عمومی مدارس دیگر قادر به ادامه ارائه تغذیه به دانش آموزان نیستند و 546,000 کودک از کمک هزینه ارائه شده به خانواده ها توسط دولت محروم شدند. در اسپانیا نیز که با بدهی خارجی و کسری بودجه چشمگیری روبروست، افراد زیادی شغل خود را از دست دادند و خانواده ها برای تامین نیاز کودکان خود مشکلات زیادی دارند. مسئول یک نهاد خیریه برای توزیع پوشاک و غذا به فقرا در اسپانیا میگوید ما قبلا کمتر اسپانیایی فقیر داشتیم و بیشتر مهاجرین بودند، اما الان بیشتر اسپانیایی ها هستند که برای تهیه لباس برای کودکانشان به ما مراجعه می کنند. بحران اقتصادی همچنین جوانان را نیز در معرض مشکلات زیادی قرار داده است. در حدود 7.5 میلیون نفر از جوانان بین 15 تا 24 سال در کشورهای اروپایی از فقر رنج می‌برند. ایرلند یکی از این کشورهایی است که در آن بحران اقتصادی گریبان جوانان را گرفته است. یکی از شهروندان می‌گوید بیشتر جوانان امروز که نسل آینده هستند کارشان به مهاجرت خواهد کشید، چرا که هیچ کاری برای انجام دادن در ایرلند وجود ندارد. شهروند دیگری نیز این وضعیت را برای کودکان و جوانان دشوار می‌داند. این بحران شمار کودکان فقیر و جوانان بدون کار یا تحصیل در اروپا را افزایش داده و یک نسل فقیر به وجود آورده است.